آقای محمد کبیر زمیر. آقای زمیر، خوش آمدین به برنامه. شما هم مانند نامزدان دیگر در 30 تا 40 ثانیه بگوین که چی پیشینه ای دارین، تا فعلا چی کارهای انجام دادین برای مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حاضرین. ملت محروم، مظلوم، رنج کشیده افغانستان. محمد کبیر زمیر هستم، باشنده بومی ولایت کابل. مستری اداره آمدارم، 20 سال تجربه کاری در دولت دارم که آخرین وظیفه معاون امور مسئلان وزارت تحصیلات عالی بوده. بنیانگذار و مؤسس انجمن روشنگران فردای افغانستان که از 6 سال پیش به ایسو برنامه خود شروع کردیم. الحمدلله بیشتر از 20 ولایت افغانستان نمایندگی های فعال داریم و از او که بهتر که ما 17 نفر وکیل کاندید است و افغانستان جمعا دی دور داریم. بسیار خب. آقای زمیر، شما در بخش تحصیلات عالی کار کردید، میشه که بگوین آیا آسیب شناسی کرده اید که مشکلات کلان ما در بخش تحصیلات عالی یا آموزش و پرورش چی است و شما اگر برین به مجلس چگونه میخواین به این مشکلات بپردازین، هم در بخش تحصیلات با کیفیت، هم مشکلات دانشجویان و مشکلات دیگه که شما دقیقاً بدون شک. البته ما در چون ظرفیت وقت ما محدود است، من میپردازم سوال شما را بعداً و حالا میپردازم به وظیفه یک نماینده ملت. ما با ای که جمع میریم میخواییم به پارلمان بریم آسیب شناسی کردیم دور قبلی پارلمان، از او قبلی پارلمان که اونا چه کارهایی کردن و کدام نواقص را داشتن. و بعد ما چه کارهایی باید بکنیم. نماینده مردم منعیس خدمتگار مردم است، نه بادار مردم، نه منحصر به چوکات پارلمان، نه به شیشه زره و قلعه خودش. طرح ما چی است؟ بسیار ساده به الفاظ عامیانه میخواییم بگویم، میخواییم دروازه پارلمان بروی مردم عام باز بشوه با یک میکانیم بسیار روشن. هفته یک روز 200-300 هر کسی که مشکل داشته باشه از یک دروازه با هر وکیل با هر نماینده که خواسته باشه ببینه. وکیل مردم عین مردم باید باشه، در بین مردم باشه. خون نماینده مردم سرختر از خون مردم نیست. بله، هدفون متشیده و یک بخشی از کار یک نماینده است، نمایندگی خوب. بخش قانونگذاری. بله، در بخش قانونگذاری موارد قانون داریم که از چندین دور تا بالا در تعلیق است، کلش بازبینی شوه، کلش بررسی شوه. بله، بگو این دو سه تای قوانین. یکی از موارد قانون تحصیلات عالی. قانون من تذکره الکترونیکی بزرگترین معضل افغانستان. بله، بازبینی شوه، اما پرسی شوه تا چه وقت ما به این حالت باشیم. امروز متاسفانه ما آمار و ارقام نداریم. بله، بزرگترین معضل بر انتخابات ماست. قوانین که پاس شده ولی از طرف حکومت اجرایی نشده. قانون کردیت های موضع کردیت موبایل پارلمان تصویب کرد، فیصله شد، ولی حکومت رو قبول نداره. رای حل چیست؟ من تخصص مدیریت است، به هر چالش و مشکل افغانستان من یک رای حل دارم. بله، به هر چالش و مشکل افغانستان طبقه معلم، مامور، متقاعد، جوان، دختر، پسر، زن، مرد کلگی مشکل داره. بله، موضوعات فقر، فساد، مهاجرت، مواد مخدر، همگیش دامنگیری همگان شده و یک مرجع پارلمان است. بله، موضوعات نظارت میم. بله، در نظارت پارلمان اولین موضوع خود پارلمان است. وکیل مردم که خادم مردم شد به کدام مرجع و ارگان جوابگی است؟ کی ازی پرسان کده؟ چرا پرسان نشوه؟ یک کمیسیون جور شده، کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکلا. اصول وظایف داخلی ده با مو جمع که ما جور کردیم انشالله تغییر میتیم، کمیسیون نظارت بر عمل کرده وکلا. حتی وکیل را ما میسپاریم به قوه قضایه برای جوابده باشه به مردم. بله، زمیر صاحب، هدفونم چه شده؟ مشخص هدفونم؟ مشخص هدف ما یک پارلمان فعال، جابگو و یک حکومت که بتونه تمام این موازیر را گفته میتون. بله، به مردم. بسیار خوب، بر هر مشکل افغانستان یک طرح دارین شما. خب، دو تا طرحتان را بگوین. یکی برای فقر و بیکاری چی کاری خواهید کرد از درون مجلس و برای همچنان فساد اداری با فساد چگونه مبارزه خواهید کرد؟ بسیار عالی. با موضوع فقر و بیکاری، چشمه های عایداتی دولت که امروز در مشت مافیا است باید از دستشان بیرون شود، شاخصه های مصرف بالایشان توجه شود و قوانین که پاس میشه. فرض مثال یک قانون در موضوع ازدواج ها
در عرض دو بیشتر از 500 نفر کسی باید نره، باید این خود تطبیق شوی، خود نظارت شوه. 2000 نفر یک جوان، ما هزارها جوان او د فساد پړه باندې، د فساد موضوع فساد کار به اهل کار سپردن، شایسته سالاری او مشکلات را که ما در افغانستان از ریشه داریم. یک معلمی که 6000 ماش داره تا دیگر درس میته، بعد از دیگر میره گدایی میکنه. ممنون، ممنون آقای محمد کبیر. کبیر زمین، فرصت پایان یافت. بسیار خوش آمدید. تشکر هستم.